فصل سوم اهداف چگونه هدف گذاری کنیم در فصل اول اهمیت نظم و انضباط را مورد بحث قرار دادیم و اکنون از شما می خواهم اجرای این ویژگی مثبت را شروع کنید اگر تا کنون از انجام آن سرباز زده اید دفترچه یا دفتر یادداشتی را بیاورید از شما می خواهم خودتان را از بیننده یا خواننده به شرکت کننده یا نویسنده تبدیل کنید. تکلیفی که شما در اینجا انجام می دهید کمی عجیب است. زیرا انجام آن یک عمر طول می کشد. موضوع اهداف است و همانطور که به زودی خواهید فهمید اهداف توجه فکری همیشگی هستند که همیشه در حال تکامل و تغییر می باشند. چرا باید خودتان را وارد این تجربه سخت کنید؟ زیرا با انجام این کار شما قدم های اول را برای توسعه نوعی از زندگی بر می دارید. زندگی که همیشه رویای آن را داشتید و هیچ به وقت باور نداشتید به واقعیت بپیوندد. خب، بیایید آن را شروع کنیم. هرچه زودتر این نظم و انضباط را اعمال کنید، زودتر از نتیجه آن لذت خواهید برد. و زمانی که نتایج حاصل شوند، به شما قول می دهم که حتی ذره از کار و انضباط زیاد آن ناراحت نباشید. اهداف بلند مدت در دفترچه یادداشت یا بر روی برگه کاغذ به عنوان اهداف بلند مدت بنویسید. وظیفه شما پاسخ به این پرسش است. اهدافم از یک تا ده سال آینده چیست؟ کلید انجام موثر این تمرین نوشتن بیشترین مورد در کمترین زمان ممکن است. دوازده تا پانزده دقیقه برای کل این تمرین وقت بگذارید و سعی کنید پنجاه مورد مختلف را نام ببرید. برای کمک به شما شش سوال را به عنوان دستور عملهایی در نظر بگیرید. اول میخواهم چه کاری انجام دهم؟ دو می خواهم چه چیزی باشم 3. می خواهم چه چیزی را ببینم 4. می خواهم چه چیزی داشته باشم 5. می خواهم کجا بروم 6. چه چیزی را دوست دارم به اشتراک بگذارم با در نظر داشتن این 6 سؤال در ذهن سؤال اول را پاسخ دهید از یک تا ده سال آینده میخواهم چه کاری انجام دهم؟ ذهنتان را آزاد بگذارید. لازم نیست پا... پاسختون مفصل و دقیق باشه. بعدا مفصلتر پاسخ خواهید داد. به عنوان مثال، اگر یک مرسدس بنز خاکستری مدل SL380 با قسمت درونی آبی رنگ میخواهید، فقط عدد 380 را بنویسید و به سراغ مورد بعدی بروید. پس از اینکه لیست خود را تکمیل کردید آنچه را که نوشته مرور کنید حالا در کنار این موردها تعداد سالهایی را بنویسید که فکر می کنید برای دستیابی به هر یک از موارد فهرستتان لازم است در کنار موردهایی که فکر می کنید در یک سال یا حدود آن در یک سال یا حدود آن به آنها دست میابید یک بنویسید در کنار اهدافی که فکر می کنید دستیابی به آنها حدود سه سال طول بکشد سه بنویسید. در کنار آنهایی که پنج سال طول می کشند پنج بنویسید و در آخر کنار آن مواردی که حدود ده سال طول می کشد ده را بنویسید. حالا ببینید آیا اهداف شما در تعادل هستند یا خیر؟ به عنوان مثال اگر متوجه شدید که اهداف ده ساله زیادی دارید اما تعداد اهداف, اهداف, یک ساله بسیار کم است این می تواند به این معنی باشد که شما با به تاخیر انداختن تاریخ دستیابی به اهدافتان از اجبار عمل در زمان حال سرباز می زنید. از سوی دیگر اگر اهداف بلند مدت بسیار کمی داشته باشید شاید هنوز تصمیم نگرفتید که در طولانی مدت چه نوع زندگی را می خواهید بسازید. نکته کلیدی در اینجا توسعه تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت است. به زودی در مورد اهداف کوتاه مدت هم بحث خواهیم کرد. اینها اهدافی هستند که دستیابی به آنها کمتر از یک سال طول می کشد. آیا تا حدی از ایده داشتن اهداف بیش از حد سردرگم هستید؟ آیا شما فردی هستید که بر یک هدف راحتتر تمرکز می کند؟ در واقع دلیل خوبی برای ایجاد لایه های مختلف اهداف وجود دارد. بدون وجود اهداف مختلف و متنوع، شما ممکن است دچار مسائلی شوید که, ب... که برای برخی از فضا نوردان آپولو رخ دهد. برخی از آنها بعد از بازگشت از ماه مشکلات عاطفی عمیقی را تجربه کردند. دلیل وقتی که شما به ماه رفته اید، دیگر کجا می‌خواهید بروید؟ بعد از سالها تمرین، تجسم و پیشبینی پرواز به ماه آن لحظه با شکوه به پایان رسیده بود. به طور ناگهانی به نظر می رسید پایان فرا رسیده است. پایانی بر کار و زندگی و این باعث افسردگی آنها شد. درک خوشبختی دشوار است. به نظر می رسد بهترین راه برای لذت بردن از زندگی به سرانجام رساندن یک هدف و به طور همزمان شروع هدفی دیگر است. ماندن بیش از حد در سر میز موفقیت خطرناک است. تنها راه لذت بردن داشتن وعده دیگر و داشتن اتش و گرس ماندن برای آن است. بسیار خوب. حالا که فهرست خود را بررسی و متعادل کردید چهار هدف از هر یک از چهار دوره زمانی یک ساله، سه ساله، پنج ساله، ده ساله را انتخاب کنید. برای هر یک از این اهداف پاراگراف کوتاهی بنویسید که شامل این موارد است. 1. توصیف مفصلی از آنچه که شما می خواهید. برای مثال، اگر آن هدف یک شیء مادی باشد، بلندی، درازا، قیمت، مدل، رنگ آن را توضیح دهید. از سوی دیگر، اگر هدف شما موقعیت شغلی یا کسب و کاری است که قصد شروع آن را دارید، حقوق، عنوان، بودجه، تحت کنترل خود، تعداد کارکنان و غیره را به دقت در مورد آن شهر دهید. دو چرایی دلیل اینکه که میخواهید آن هدف مورد نظر را به دست آورید. در اینجا شما خواهید فهمید که آیا واقعا دنبال آن هدف هستید یا تنها یه خیال گذراست. اگر نمیتوانید دلیلی روشن و قانع کننده بیابید، باید این مورد را به عنوان یک هوس و نه به عنوان یک هدف واقعی دستبندی کنید و مورد دیگری را جایگزین آن کنید میبینید آنچه شما میخواهید یک انگیزه قوی است تنها اگر دلیل خوبی در پس آن وجود داشته باشد شاید متوجه شوید که اهدافی که زمانی اهمیت داشتند دیگر آن جاذبه سابق را ندارند زیرا شما نمی توانید به اندازه کافی دلیل خوبی برای دستیابی به آنها پیدا کنید. این نکته خوبی است. انجام این تکلیف باعث می شود تا در مورد اهداف بیاندیشید و آنها را اصلاح و تعدیل کنید. و این تمام خواست این تمرین است. کمک به شما برای برنامه ریزی آیندتون. هنگامی که شما 16 هدف خود را مشخص کردید، آنها را در برگه های جداگانه یا دفتری بنویسید و آنها را همیشه با خود داشته باشید. آنها را یک بار در هفته مرور کنید تا ببینید آیا هنوز هم مهم هستند و آیا اقدامات فعالانه ای برای تحقق آنها انجام می دهید یا خیر. همانطور که می بینید هدف گذاری کاری یک دفعه با نتایج عینی نیست. در عوض این یک فرایند مداوم و مادام العمر هست. اهداف کوتاه مدت من اهداف کوتاه مدت را آنهایی می دانم که دستیابی به آنها از یک روز تا یک سال ممکن است طول بکشد و این اهداف گرچه بنا به ضرورت آنها ساده تر از اهداف بلند مدت هستند اما از اهمیت یکسانی برخوردارند. یک کاپیتان کشتی ممکن است هدف بلند مدت خود را رسیدن به مقصد نهایی تعیین کند و در عین حال در امتداد این مسیر اهداف کوتاه مدت زیادی هستند که برای سفری دریایی موفقیت آمیز ضروری هستند. حالا دقیقا مشابه با مورد سفر دریایی اهداف کوتاه مدت شما باید به دستاورتهای بلند مدتتان مرتبط باشه. اما آنها دارای مزیت متمایزی هستند من این اهداف را سازندگان اعتماد به نفس می نامم زیرا تحقق آنها در ادامه راه به شما اعتماد به نفس می دهد بنابراین زمانی که سخت تا دیر وقت تلاش می کنید و یک وظیفه کوتاه مدت را انجام می دهید می توانید از پیروزی خود لذت ببرید و برای ادامه سفر خود دوباره الهام بگیرید همین دلیل است که از شما می خواهم پروژه های کوتاه مدت خودتان را در دفترچه یا دفتر روزانه بنویسید. سازماندهی آن به عهده خودتان است. برای مثال شما ممکن است آنها را به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه تنظیم کنید یا می توانید آنها را به عنوان زیر مجموعی اهداف بلند مدت خود قرار دهید. هنگام که در کنار چیزی می نویسید کامل شد وقتی را صرف جشن گرفتن موفقیت خود قرار دهید این جشن می تواند لحظه ای از باستاب رضایت به هنگام پایان یک کار کوچک یا پاداشی بزرگ به هنگام دستاوردی باشد در هر حال حتما زمانی را برای لذت بردن از پیروزی های خود بگذارید این باعث الهام بیشتر شما می شود اما همانطور که از شما می خواهم موفقیت خودتان را جشن بگیرید توصیه دیگری نیز دارم توصیه‌ای که محبوبیت کمتری دارد شکست را برای خودتان آزار دهنده کنید میبینید ما از دو نوع تجربه رشد میکنیم شادی برنده شدن و رنج شکست خوردن بنابراین اگر خودتان را برای رسیدن به یک پروژه آماده کنید اما در واقع زمان خود را به بتالت بگذرانید این تنبلی شما به ضررتان خواهد بود مسئولیت رفتارهای مثبت و منفی را بر عهده بگیرید علاوه بر این سعی کنید با افراد بیخیال هم نشین نشوید. جایی بروید که انتظارات بالاست. جایی که فشار برای انجام کار زیاد است. این نیز بخشی از استراتژی کلی شما برای کسب ثروت و خوشبختی است. سراشیبی میخواهم شما موفق شوید. به همین دلیل کمی نگران هستم. میدانم که اکثر کسانی که این صفحات را مطالعه می کنند یا گوش می دهند در هدف گذاری و اصلاح آنها پشت کار ندارند. چرا؟ زیرا این کار امری وقتگیر و نیازمند تفکر است. بسیاری از مردان و زنانی هر روز سخت کار می کنند کاری که لزوما آن را دوست ندارند تنها آمیز از زمانی که از آنها خواسته می شود وقتی را صرف طراحی آینده خود کنند. اغلب پاسخ می دهند من وقت ندارم آنها اجازه دادند که آن یعنی آیندهشون در سراشیبی قرار گیرد میدونم که اکثر مردم برنامه های مشخصی را به وجود نمیآورند اما شما جزئی از آن اکثریت نباشید شما نباید تنها با امید داشتن و قیافی نگران در انتظار رخ دادن اتفاقهای بهتر باشید چه بخواهید چه نخواهید شما در حال حاضر یکی از بازیکنان در بازی زندگی هستید و باور کنید اگر اهدافی نداشته باشید که برایشان تلاش کنید این بازی زندگی بسیار هیجان انگیز نخواهد بود کسی حاضر به پرداخت پول خوبی برای تماشای بازی نخواهد بود که شما در آن هیچ امتیازی کسب نمی کنید مردی میگوید من جایی کار میکنم که بعد از اتمام کار دیر وقت به منزل میرسم باید چیزی برای خوردن داشته باشم کمی تلویزیون تماشا کنم تا آرام شوم و به رخت خواب بروم نمیتوانم تا نصف شب بیدار بمانم و برنامه کنم و برنامه کنم و برنامه کنم و این گفته های مردی است که از پرداخت هزینه های ماشین خود عقب افتاده او یک کارگر خوب یک کارگر سخت گوش و یک کارگر صادق است اما دوستان من دریافتم که شما می توانید صادق باشید و تمام زندگیتان سخت کار کنید اما در نهایت ورشکسته و خجالت زده شوید. باید بهتر از یک کارگر خوب باشید. شما باید بهتر از صادق بودن باشید. شما باید یک برنامه و یک برنامه ریز خوب، یک هدف گذار خوب باشید. نوشتن اهداف نشان می دهد که شما متعهد به رشد هستید. نشان می دهد که شما جدی هستید و برای انجام بهتر شما باید آن را جدی بگیرید لازم نیست خشم باشید اما باید جدی باشید همه امیدوارند که بهتر عمل کنند اما امید بدون برنامه ریزی روشن در واقع میتواند به شما آسیب برساند همانطور که کتاب مقدس میگوید امید زیادی به تعویق افتاده دل را بیمار میسازد میدونم این یک بیماری است من در گذشته از بیماری به اسم امید منفعل رنج می بردم. این بد است. تنها چیزی که از امید منفعل بدتر است امید منفعل رازی است. زمانی که مردی پنجاه ساله و ورش ورشکسته است و او هنوز لبخند می زند و امیدوار است این واقعا بد است. پس جدی باش اهداف خود را بر روی کاغذ بنویس این پیشنهاد من به شما بر اساس تجربیاتم هست.